چالش ما هست. چیزی که به من مقدار کمی خوشبینی میده اینه که من فکر میکنم ما الان داریم میتونی کشورهای میبینی که الان دارن علاقه من بیدارش کردی بزیوم آب همه رو داشتیم با گزارشگرانی صحبت کردیم و کشورهای مختلف و کشورهای گزارشگرانی از ایران صحبت کردیم از آرژانتین صحبت کردیم فکر میکنم که در افسانه‌های دنیا مردم دارن نتیجه این رویا و هوا میبینن و دارن متوجه میشن که ما باید با هم دیگه متحد بشیم و این مسئله همکاری بکنیم، نباید از این مسئله با اختلاف سیاسی واردش بشیم بلکه باید با هم دیگه داریم همکاری کنیم. به ایران اشاره کردید که کشورهای مثل ایران و افغانستان خوششنه نگاه بکنید به مسئله جهانی، مثلا آلمان میخواد که آب و هوا مثل خورشیدی استفاده بکنه ولی بنزه کافی زمین و خورشید نداره، چیکار میتونن بکنن؟ اونا میتونن از کشورهای کمک بگیرن که زمین خیلی زیادی دارن و خورشید خیلی زیادی دارن. ما میتونیم با هم دیگه انرژی های خورشیدی مون رو به اشتراک بگذاریم. اگر که اینجوری نگاه بکنیم متوجه میشیم که نگاه هم بوده سنگرام بوده دست بینیش نکن. آفسان رئیس تحقیقات اقلیمی جهان در سازمان جهانی هواشناسی از منع به سازمان جهانی. من بازم خبر کوتاه ادامه میدیم. بذار لالا کنه بله از تغییر زمان و مکان دور نهان مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه خبر داد. پیش از این اتحادیه اروپا اعلام بود که این مذاکرات روز 18 نوامبر یعنی 27 آبان در وین بیارش اینجا قرار شده که گفتگوها یک هفته زودتر در تاریخ 11 نوامبر در مسقط پایتخت عمان آغاز شود. ما همچنین گفته که پیش از آغاز دور تازه